نوع اندیشی بین خیلی مسئله عجیبیه این قضیه. ما تا چند اندیشمند بودیم که اکنون سخن از نوع اندیشی بگوییم. حکایتی است، حکایت خیلی غریبی است. بله. وقتی کانت ورود پیدا میکنه مقوله روشنفکری یا روشنگری، به زعم خودشون کلید واژه روشنفکری از مقولاتی است که تو تاریخ مدرنیت عملا ما وامدار کانت هستیم. خب اونجا چیزی تعریف میکنه کانت این مسئله به هایی نیست که کانت چه میگوید، ولی حقیقتا امروز من هستم گوش شما و دل شما و عیدی مبارک که گویا باید از سر فرزانه کم یک دیگر را به درد آوریم، در دیگر از سر دفر است، از سر فقر فرهنگی، اگران که سبد خویش را خالی میابد شاید که زیر درخت سیب سیب را بهرمند شود. امروز ما این گونه میپرسیم حقیقتا ما زمانه ای در زیست فرهنگی بوده این که امروز بگوییم چون در تاریخیت خویش، یعنی من اکنون در این 2020 میلادی آیا تاریخ از اندیشمندی داشتم که امروز سخن از نو اندیشی میگویم یا نداشتم؟ بعد به حال آن جامعه‌ای که فردا از ما تولید خواهد شد و آنان چه بسیار فقیرتر از ما خواهند بود. باز سوال سر این است، اگر امروز ما در یک گسست تاریخی با آنچه که بین حقیقت آن میراث‌ها و ما در اکنونیت خویش است قرار گرفتیم، به این گسست نوع شرمگرانگی است برای ما. فردا نسلی که ما به جای خواهیم گذاشت آنان چه نسبتی با دیروز ما خواهند داشت؟ مقوله فردا و پس فردا که از نگاه نوکسان سیاسی با هم دقیق تر باز بکنم حقیقتا دردمندانه، باید با واقعا شرمگران سر خود رو بخواهیم بیانتیم و چگونه جسارت میکنیم با خود بکنیم که ما نوع اندیش دینی هستیم که اندیشمند بودیم که امروز نوع اندیش باشیم؟ اصلا نوع اندیش دینی ما با جامعه ما چه نسبتی دارد؟ یکی از افتخارات جامعه یهودی میگه یک مقوله یک کلیدواژه‌ای داره به شدت سنگین‌ترین لزم رو برای این خانواده کن، کلمه خانواده است. راز بزرگ جامعه یهودی که حیات سیاسی، حیات اقتصادی، حیات فرهنگی، حیات اجتماعیش رو همیشه در ذهن خودش داشته که یک کلمه به اسم خانواده وجود داره که این خانواده دیگه در بستر فرهنگی فهم نمیشه از برای مردم یهود، بلکه در مقوله دینی تعریف میشه. شما هیچ دین رو نمیتونید پیدا کنید کلید واژه خانواده رو بتونید در ضمن مقوله دینی تعریف کرده باشه. خب خانواده یهودیت در واقع امروز تا چه حد فامیل است و آنچه که در دیروز خود داشت و تا چه حد میتواند بگوید که من اکنون پدریت میکنم از برای فرزندانی که یک نسل دیگه به جای خواهم گذاشت؟ کلید واژه خانواده، کلید واژه نوع اندیشی، هر دو اینا رو به هم در یک اتصال و در یک همبسته معنایی و در یک نظام معنایی در پای متفکرانه بنشینیم و بیشترش تفکر کنیم. اولین پرسش، یک، چند درصد از جامعه یهودیت فقط آنچه که میگوید به عنوان فرهنگ را در کاغذهایی ندارد در کتابخانه هایی میخورد که مولیان ها بیشتر برانا میشراف دارن تا خود هم جامعه؟ چرا نباید کمی هم نسبی خالی لیوان را دید؟ ماییم و شما همه محرم رازیم، قرار نیست که سخن به بیراهه برود. هرچقدر ما در مقام آنچه که ارتفاع و فاصله پرچممون با آسمان معنا، آسمان فرهنگ فاصله دارد بگوییم، گوید خدمت کردیم به احتجاز در آمدن آن پرچم. اگر من و آقای رئیم این گونه سخن میگوییم، حقیقتا روزی به این خواهید رسید که جنس این سخنان جنس سخنان از جنس هدیه است. سؤال، خانواده این جامعه، کلمه خانواده در مقوله دین فرهنگ تعریف کنید، خانواده این جامعه امروز تا چه اندیشمندانه زیسته است که امروز سخن از نوع اندیشی بگوید؟ بذار من میخوام کلید واژه نوع اندیشی را با نگاه واقع گرایانه به جامعه یهودیت نگاه بکنید، فارغ از اینکه حالا این جامعه
در ایران، اسرائیل و دیگر کشورها باشه. خیلی ممنون شما اگر که تشریحاً وارد این مسئله بشید، نه از این بابت که پاسخ را روی میز بگذارید، نه، بلکه فقط ما داریم امروز امشب که از خاطر ما کمی تأمل بکنه سر این قضیه، کلماتی که هر از گاهی به گوشش میرسه و فکر میکنه فهمیده است، نه، خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست. خانواده یهودی اکنون چند درصدشان اندیشمند بودن که امروز ما سخن از مهندسی میگوییم؟ مهندسی رنسانس هست، یک حیات تازه هست، یک تولد هست، علاوه بر این که پیوسته دارد با گذشته خیش، آن را بهره‌ورانه در نزد خود برای اینکه برای فردا و فرزندان و نسل‌های آینده به ارث بگذارد، در خدمت عدالت خوب دقت کن، کلیواژه‌ها دقت کن که عظمتی داره، عدالت، عقلانیت، رستگاری گرفته است. بزرگوار من آماده